آخرین جزئیات از انفجار در تجمع خبرنگاران. متاسفانه 15 تن از خبرنگاران در جمع قربانیان. جزئیات تازه و تکان دهنده معلوم شد. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. مشروع اخبار اطلاعات روز این گونه گزارش کرده است: مرکز خبرنگاران افغانستان فهرست 15 خبرنگاری که در انفجار امروز در یک مرکز فرهنگی در شهر مزار شریف زخمی شدند را منتشر کرده است. بر اساس این فهرست، مرتضی صمیمی، نجیب فریاد، فردین نوروزی، عزیز ابرام، خبیر ابراهیمی و وحید جیلانی، سیرت نوری، جواد درویش، روح الله روحانی، اسیب الله اعظم، منیر بهید، سجاد موسوی، ناصر ظاهری، رسول سالک و عاطف آریان زخمی شدند. این خبرنگاران با رسانه های چون تلویزیون سفیر، آریانا نیوز، تلویزیون سحر از ایران، طلوع نیوز، رادیو دری از ایران، تلویزیون افغانستان 24، خبرگزاری پژواک، تلویزیون تمدن، تلویزیون شمشاد، رادیو و تلویزیون فروغ، رادیو آزادی، خبرگزاری صدای افغان، تلویزیون 24 و خبرگزاری فرانسه کار میکنند. در این میان یک خبرنگار آزاد نیز شامل است. حوالی ساعت 11 پیش از چاشت شنبه، انفجار در مرکز فرهنگی طبیان در شهر مزار شریف رخ داد. نویت این انفجار مواد جاسازی شده از قبل گفته شده است. طالبان آمار تلفات این انفجار را 1 کشته و 8 زخمی اعلام کردند. منابع ما در صحبت با روزنامه اطلاعات روز کشته شدن دست کم 3 نفر و از زخمی شدن نزدیک به 20 نفر را تایید کردند. تاکنون هیچ گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. طبیان نهاد فرهنگی اجتماعی طرفدار سیاست‌های ایران است که خبرگزاری صدای افغان یا آوا نیز این مجموعه آن می باشد. مرکز فرهنگی طبیان در سال 2017 هم در کابل هدف یک حمله مرگبار قرار گرفته بود که در آن دست کم 41 نفر کشته و 84 نفر زخمی شده بودند. مسئولیت این حمله را گروه داعش بر عهده گرفته بود، اما خبرگزاری افق این گونه گزارش کرده است: پس از وقوع یک انفجار شدید در دفتر خبرگزاری صدای افغان و مرکز طبیان در مزار شریف که به گفته مقامات این نهادها منجر به کشته و زخمی شدن دست کم 33 تن شده، سخنگوی فرماندهی امنیت طالبان در بلخ اعلام کرده است که در نتیجه این رویداد 1 تن کشته و 5 نفر دیگر زخمی شدند. عبدالنافع تکور، سخنگوی وزارت داخله طالبان، اما میگوید که نگهبان مرکز طبیان در انفجار امروز جان باخته و 5 خبرنگار و 3 کودک زخم برداشته است. مسئولان طبیان اما گفتند که دفترشان هیچ نگهبانی نداشته است. خبرگزاری صدای افغان از وقوع انفجار در دفتر این خبرگزاری در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ خبر داده و گفتند که صبح امروز شنبه 22 دفتر این خبرگزاری و مرکز فرهنگی اجتماعی طبیان در مزار شریف هدف انفجار قرار گرفته است و در آن 3 نفر کشته و 30 نفر زخمی شدند. محمد آصف وزیری، سخنگوی فرماندهی امنیت طالبان در بلخ، هم میگوید که در نتیجه انفجار پیش از شاش امروز در ناحیه دوم شهر مزار شریف که رخ داده 1 نفر کشته و 5 نفر زخم برداشته است. او همچنین گفته است که 3 کودک نیز شامل زخمیان است. خبرنگاران افغان مسئولیت ندارند. در این حال نهاد حمایت کننده از رسانه های آزاد افغانستان در واکنش به این رویداد گفته است که حمله امروز بر کارمندان رسانه‌ای در مزار شریف نشان داد که خبرنگاران در افغانستان مسئولیت جانی ندارند. طلوع نیوز این گونه گزارش کرده است: یک انفجار صبح امروز در مرکز فرهنگی طبیان در حوزه دوم امنیتی شهر مزار شریف رخ داده است. بر بنیاد گزارش ها قرار بود در این نشست از خبرنگاران تقدیر شود. خبرنگار طلوع نیوز در پیوند به انفجار امروز در مزار شریف میگوید که شمار زیادی از خبرنگاران و عالمان دین و برخی از مسئولان محلی در این نشست اشتراک کرده بودند. خبرنگار طلوع نیوز که به گونه سطحی در این رویداد زخم برداشته می افزاید که زخمی های این انفجار به شفاخانه انتقال داده شدند.
و گفته خبرنگار تولو نیوز، نیروهای امنیتی دقایق پس از وقوع انفجار به محل رویداد رسیدند. مسئولان امنیتی تاکنون درباره این رویداد چیزی نگفتند. آموتیوی این گونه گزارش کرده است. در انفجار در دفتر نمایندگی خبرگزاری صدای افغان یاوا و مرکز فرهنگی اجتماعی تبیان در شهر مزار شریف 2 تن کشته و 30 تن به شمول 14 خبرنگار زخم برداشتند. یکی از خبرنگاران که در این مراسم حضور داشت میگوید ما تازه در نزدیکی این محل رسیده بودیم که صدای بسیار بلند شنیدیم. شیشه هایی که در نزدیکی آنجا بود شکست و مردم فرار کردند. شاهدان در محل رویداد میگویند که این انفجار پس از اینکه نماینده ریاست اطلاعات و فرهنگ صحبت نمود در جریان اجرای ترانه توسط گروه نوجوان اتفاق افتاد. آنها میگویند که انفجار در قسمت مرکزی زیرزمینی این خبرگزاری که محل برگزاری این همایش بود اتفاق افتاد که در نتیجه آن 2 تن کشته و 30 تن دیگر زخمی شدند. 14 تن از زخمیان خبرنگاران هستند. دو قربانی این انفجار نیز کارمندان مرکز فرهنگی تبیان هستند. تشکر از توجهتان. تا درود دیگر. بدرود.